بود، فرماندهشون بود، ایشونو نجات دادن، یعنی در حقیقت فراری دادن به سمت تهران. تبریز که آرام شد، حکم دیگری را برایش صادر کردند. فرماندهی پایگاه یکم شکاری، پایگاه هوایی مهرآباد. پایگاه مهمی در دل پایتخت. اما هنوز یک سال از فرماندهیش در مهرآباد نگذشته بود که حاج احمد آقا آمد سراغش. سراغ او و سرهنگ قیدیان. آمده بود و می گفت یکی از شما باید فرمانده نیروی هوایی شد. فکوری برای این کار انتخاب شد، قبول کرد و رفت پیش امام. حالا همه ی هم و غم فکوری شده بود سر و سامان دادن به اوضاع نیروی هوایی. شرایط انقلاب و شور و حال آن روزها خیلی ها را بی نظم کرده بود. این بی نظمی دامان نیروی هوایی را هم گرفته بود. سربازا خودسرانه از پایگاه ها رفته بود. بعد یه مقداری به اصطلاح در هم برهمی بود و هیچ کس واقع نمیدونست که چه کار باید بکنه. سیستم فرماندهی در ارتش به طور کلی و در نیروی هوایی خیلی تضعیف شد، به طوری که پرسنل رو در روی فرماندهان می ایستادن و به هر حال به خودشون این اجازه رو می دادن که با فرمانده پایگاه بحث کنن، روبرو بشن، حتی توهین میکردن. در هر کشوری دو جا انضباط واقع باید شدیداً حکم فرما باشه، یکی در ارتش، یکی در بیمارستان ها، فقط به خاطر نجات جان انسان ها. انضباط اگر در ارتش نباشه، جنگی که وجود بیاد تلفات زیادی کشور خواهد داد، ولی اگر انضباط در کار باشه و هر کسی کار خودش رو انجام بده، بعد میتونه به موقع دفاع بکنه، به موقع کارش انجام بده و در بیمارستان هم همینجوری. سپاس و شکر فراوان بر خداوند یکتا که به پرسنل نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران توفیق عنایت فرمود که امروز در برابر امام امت بایستیم. هنوز دو ماه از فرماندهیش نگذشته بود که عراق به ایران حمله کرد. سی و یکم شهریور ماه برای همه سخت بود و برای او سخت تر. هواپیماهای عراقی یک بار آمدند و پایگاه های تهران، تبریز، همدان، بوشهر، اهواز، سنندج و کرمانشاه را بمباران کردند. این شد که فکوری دستور عملیات 140 فروندی را همان روز صادر کرد. فکوری دستور داد که با حد اکثر قدرت به پایگاه های هوایی عراق حمله بکنیم، برای اینکه باندهای فرودگاهشون رو بزنیم، شلترها و مخازن سوخت و این چیزها رو بزنیم که اینا نتونن پرواز بکنن. برای اینکه ساعت 9 شب صدام سخنرانی کرد و گفت که من دست به جوانانم دستور دادم که وارد مرزهای ایران بشن و اونها وارد شدن. فکوری هم آدم استراتژیستی بود، ایشون دستور داد که به شدت پایگاه های هواییشو بزنن. وقتی پایگاه هوایی رو زدیم، بلافاصله دستور داد که سویچ کنیم توی به اصطلاح انهدام پالایشگاه هاش. چون اطلاعیه داشتیم از اداره دوم که پالایشگاه های عراق فراورده های نفتی که تولید میکنن کفایت کار کشور عراق رو میکنه و حتی چیزی هم به بیرون صادر میکنه. عراق هرگز انتظار چنین پاسخی را نداشت. همه پایگاه های هوایی عراق به جز الولید که در نزدیکی مرز اردن و در غربی ترین نقطه خاک عراق بود بمباران شد. 50% از توان نیروی هوایی عراق نابود شد و همین شد که عراق هواپیماهای دیگری خرید و همه را در الولید، امن‌ترین و دورترین پایگاهش از ایران، مستقر کرد. خبر که به فکوری رسید، دستور داد تا طرح عملیاتی حمله به الولید طراحی شود.
این عملیات بعدها به H3 معروف شد. یک عملیات دقیق، پیچیده و فوق سری که فرمانده نیروی هوایی مسئولیت اجرای آن را به یکی از خلبانان زبدهش فرج الله براتپور سپرد. شهید فکوری من خواستن تهران خدمت شون کردستیم، دستور این عملیات دادن که برای انجامش گذاشتن برای 15 فروردین و بندرم فرمودن که لیدری پرواز رو به عهده میگیره. گفتم چشم. تیمسار فکوری با صحبتهایی که با حضرت امام راه انجام دادن و مجوز گرفتن و کارهای مقدماتیش هم فراهم شد، بعد تیمسار براتپور رو انتخاب کردن به عنوان لیدر دسته. خلبانان رو صدا کردیم، اومدن پست فرماندهی و به خاطری که این عملیات لو نرم مثل مرتبه اولش، دستور داده شد که تا وقتی که ما برمیگردیم هیچ گونه ارتباطی از پایگاه به بیرون نباشه. تمام قطع، حتی با تهران، حتی مخابرات پایگاه و پرسنلی هم که در پست فرماندهی بودن بیرون نرن تا ما موقعی که بمب زدیم برگشتیم دیگه. در اصورت طوری عمل شد که خبردار نشدن. سه تا هواپیمای F5 بلند شدن و رفتن همزمان. ساعت 8:30 مثلا H3 زده شد، 8:30 هم شمال عراق کرکوک رو زدن که توجه دفاع هوایی عراق تماما جلب شد به شمال. اونجا رو اصلا متوجه نشدن و اینا رفتن و برگشتن. خب یه همچین من توی چیزش دستور عملیاتیش خوندم، نوشته بود که به اصطلاح احتمال خسارت‌های خودی، نوشته احتمال داره که همه هشت فروند هواپیمای جنگنده از دست بره، هر کدومشون به علت یه 4 تا هواپیمای رهگیر عراقی میزد تو دسته اینا، یکی به عنوان کمبود سوخت میپرید بیرون، یکی میرفت اونور میخورد زمین، یکی میرفت اون طرف گیرش میداختن میزدنش، به هر صورت متلاشی میشد اون دسته پروازی. باید عملیات طوری انجام میشد که نفس از کسی در نیاد تا این عملیات انجام بشه. فقط کافی بود یه فروند هواپیما از پایگاه مثلا کرکوک بلند شه. وقتی رفتن کرکوک رو زدن و رفتن، ارتش عراق گفت خب تموم شد، حمله امروزشون ایرانیا به کرکوک تمام شد. متوجه نبودن که همین ثانیه ای بعد اشتیری زده میشه. فردای آن روز فکوری به ملاقات امام رفت، گزارش عملیات را داد و بعد به دفترش آمد تا جلوی دوربین تلویزیون خبر پیروزی عملیات و پیچیدگی‌هایش را برای مردم شهر دهد. هدف‌هایی که دیروز پس از یک برنامه‌ریزی دقیق مورد حمله قرار گرفت، یک مجموعه از پایگاه‌های هوایی است در این منطقه که تقریبا نزدیکترین پایگاه به مرز اردن هست و آخرین گزارش هایی که به ما رسیده این استش که تعدادی هواپیمای توپولوف، رادار و تأسیسات این مراکز صدمه خورده و به خصوص هواپیماها از بین رفتن در این پایگاه. به نام H3 یا H3 نامگذاری شدن. همطور که ملاحظه تمام اینها H3 هستند و ما هم اینها را به نام H3 میشناسیم. برای خلبان نیروی هوایی تقریبا عادی بود، به اضافه اینکه یه مقدار مسافت بیشتری رو در خاک عراق ما پیمودیم، ولی کلا خواستیم درسی بدیم به صدام که بدون ما قادر هستیم هر هدفی رو در هر کجای خاک عراق باشه منهدم بکنیم. و ضمناً خواستیم یک درسی دیگری بهش بدیم که نباید شهرها را بزنه و اگر جنگ هست باید مناطق نظامی مورد هدف واقع بشه، نه ای که مردم بی‌دفاع. اما در این ماموریت این درس بود.
جنگ به روزهای سختش رسیده بود که بنی صدر عزل شد و چند ماه بعد با یک هواپیمای سوخت رسان از ایران فرار کرد. فرار بنی صدر با یک هواپیمای نظامی باعث شد تا خیلی ها فکوری را مقصر این اتفاق بدانند. اتفاقی که فکوری بارها گفت از آن اطلاعی نداشته و حتی دستور انهدام هواپیما را هم داده. اما این حرفها نتوانست مانع تهمت‌هایی شود که به او می زدن و دست آخر از فرماندهی نیروی هوایی استعفا داد و این پایان دوره سخت فرماندهیش بود. دوره پرفراز و نشیبی که شاید کسی به جز او توان گذشتن از آن را نداشت. این که شما یک ماه و نیم پیش، یک سال پیش شما تمام پالایشگاه‌ها رو بزنی، پالایشگاه دشمن رو بزنی که این سوخت نداشته باشه، این خیلی فکر بزرگیه، خیلی فکر عمیقیه. کمتر کسی به عقلش اینا رو میرسه. شاید برسه به این که آقا ما پالایشگاه‌ها رو میزنیم برای که نفته، مال نفته، نفتم تولید میشه، جیب جنگو پر دلار نفتی میکنه، این کارا بله میشه. ولی اینکه بزنی که این متوقف بشه در خاک خوزستان، این خیلی مهمه. ایشون وقتی دستور داد میدونست که وقتی اینا رو بزنیم یک هفته بعدش ارتش عراق تو خوزستان باید بره تو سنگر. دیگه قدرت موبیلیتی و حرکت نداره. چون انرژی نداره، انرژی نفت نداره، انرژی فسیلی نداره. این دستوری که داد واقعا بزرگه، در تاریخ باید بمونه که مونده. یا نیروگاه های عراق رو زد. اون موقع ما نمیفهمیدیم، این حرفا رو درک میکردیم که پتانسیال تارگت چیه، ولی اون میدونست. تمام نیروگاه های انرژی عراق رو زد. در اون زمان یک سال اول خیلی حساس بود و خیلی فشار روی نیرو هوایی بود، مخصوصا اون 6 ماه اول که شهید فکوری فرمانده نیرو هوایی بود در اون زمان. و واقعا فشار من که یه پایگاه معاون عملیاتی یا مسئول عملیات یه پایگاه بودم، فشار زیادی رو من بود که نمیتونستم چند شب باور کن 2 شب 3 شب یه بار میخوابیدم و نه خواب داشتیم نه خوراک داشتیم توی یه پایگاه. ایشون مسئول کل پایگاه ها بود. ما تا زمانی که مرحوم فکوری فرمانده نیرو هوایی بود 25 میلیون پوند مهمات رو سر دشمن ریختیم. فقط هوا به زمین ها، نه اینکه زمین به هوا، فقط شلیک به هواپیماهاش و اینا، نه، 25 میلیون پوند فقط ما مهمات بمب و راکت ریختیم رو سر ارتش عراق. شما این 25 میلیون رو تقسیم کنید میشه 13 میلیون کیلو، میشه 13,000 تن. تقسیم کنید ببینید نزدیک 3,000 تا تریلی میخواد که اینا رو ببره. اینا چطوری اومدن پای کار؟ این مهمات چگونه اومدن در پایگاه های 6 شکاری، در پایگاه 4 شکاری، در پایگاه 3 شکاری، 2 شکاری، 1 شکاری، اینا چگونه اومدن؟ این لوجستیک رو کی اداره کرد؟ همه اینا کار مرحوم فکوری بود. اما فکوری سوابق درخشانی داشت و همین سوابق کافی بود تا امام با درخواست تیمسار فلاحی موافقت کند و حکم دیگری را برایش صادر کند. مشاور فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح، مشاوری که 2 ماه بعد همراه تیمسار فلاحی برای حضور در عملیات سامن الائمه و شکستن محاصره آبادان به جنوب رفتند. 2 روز بعد از پیروزی عملیات و شکستن محاصره آبادان، 3 شنبه 7 مهر ماه به همراه چند نفر دیگر از فرماندهان سپاه و ارتش با یک هواپیمای C-130 از اهواز به سمت تهران پرواز کردند. پروازی که هرگز به تهران نرسید. 1 فروند هواپیمای C-130 ارتش جمهوری اسلامی ایران که از مناطق جنگی عازم تهران بود در حوالی کهریزک دچار سانحه شد و سقوط کرد. سرنشینان هواپیما که جمعی از برادران ارتشی، سپاهی و مجروحین جنگی بودند، عده‌ای در میان آتش ناشی از برخورد هواپیما با زمین سوخته و به شهادت رسیدند و عده‌ای نیز مجروح شدند.